داروی کالای حیاتی برای بهداشت و سلامت مردمه. کمبود و قاچاق اون یا ارائه اون در بازار سیاه به چندین برابر قیمت تبدیل به یک معضل اساسی برای مردممون شده. امروز به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس رژیم، اون پیش بینی کرده که تو ماه آینده یا تو ماه‌های آینده نه تنها مشکل دارو، بلکه مشکلات تجهیزات پزشکی هم به شدت اضافه میشن. همراه میشیم با دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای جهانسوز، خیلی خوشحالم که شما رو تو این گفتگو همراه خودمون میبینم. ابتدا میخواستم بپرسیم دکتر جهانسوز، به مشکل کمبود دارو و گرونی اون توی کشور و اینکه چه تأثیرات سویی این موضوع در جامعه میگذاره. با سلام به شما و بینندگان عزیزتان و همینطور درود به کانونهای شورشی. این کمبود دارو و مشکل دارو و درمان از همون ابتدایی که این رژیم به قدرت رسید شروع شد و به مراتب هر روز بدتر و بدتر میشه، بخصوص از روی کار آمدن جلاد دشقیم رئیسی. قیمت ها به مراتب بیشتر از قبل شده، اینجوری که حتی نشریه خود رژیم می نویسن، مثلا خبر آنلاین گفته بود که قیمت داروها دیگه از دسترس مردم واقعا خارج شده، بخصوص داروهای مثل داروهای سرطان شیمی درمانی. به عنوان مثال گفته بود که یکی از این داروها به اسم ادستریل که یک آمپوله باید البته از بازار آزاد تهیه کنی، از دلال‌ها بخری، که در هیچ جای دنیا این چنین کاری انجام نمیشه، 80 میلیون تومانه یک آمپول. یک داروی دیگه هست به اسم کیترودا که کمپانی داروسازی مرک ساخته، با مکانیسم متفاوتی کار میکنه. شیمی درمانی معمولا میشه گفت یک سم که به بدن مریض تزریق میکنن و او شروع میکنه به کشتن نه تنها سلولهای سرطانی، حتی سلولهای خود طرف رو، سلول خوب رو از بین میبره. به این خاطره که میبینیم که خیلی عواقب جانبی زیادی مریض بهش دچار میشه. در این کیترودا که کمپانی داروسازی مرک در آمریکا حدود 6-7 سال پیش ساخت و فروشش خیلی زیاد شده، داروی بسیار خوبیه، همه کشورهای دنیا ازش استفاده میکنن. حدود سال قبل این دارو برای کمپانی 20 میلیارد دلار به اصطلاح فروش داشت. این تفاوتش با شیمی درمانی یکی دیگه میگن ایمونوتراپی، یعنی این باعث میشه این دارو سیستم ایمنی شخص را اکتیو میکنه، فعالش میکنه، بعد سیستم ایمنی حمله میکنه به سلولهای سرطانی. سلولهای سرطانی وقتی وارد بدن میشن مثل سربازها در جبهه‌های جنگ سعی میکنن استتار کنن، خودشون رو مخفی کنن، تو سنگرهای قایم بشن. اینا این دارو کاری که میکنه میاد یکی از این سیستم‌های ایمنی بدن، سلولهای ایمنی بدن به اسمش میگن تی سل، مثل تهران تی سل. به این به قول معروف اگه بخوام خیلی عامیانه بگم، دست اینا رو میگیره میبره نشون میده، میگه که اینجا سنگر سلول های سرطانیه و اینا زیر این پتو مثلا قایم شده، پتو رو از رونا میکشه و این میبینه، بعدا بهش حمله میکنه و اینا از بین بره. این سیستم بنابراین میبینیم که با سیستم قبلی که سیستم شیمی درمانی بود تفاوت داره. این هم اینجوری که خود رژیم میگه قیمتش بین 50 تا 90 میلیون تومان، اونم از دلال باید در هیچ کشور دنیا دارو رو از دلال نمیخرن. دارو بایستی در یک شرایط خاصی نگهداری بشه. شاید بعضی وقتا دیدین رو دارو مینویسن که اینا تو فریزر نگهداری، یا مینویسن این دارو رو جدای به اصطلاح از حرارت نگهدارین، یا جدا از رطوبت نگهدارید. بعضی وقتا هم که مثلا یک دارو نسبت به نور حساسیت داره، اینا رو دیدین تو شیشه های قهوه‌ای رنگ میذارن، چون او اشعه ماورا بنفش نمیتونه از رنگ قهوه‌ای عبور کنه. بنابراین ولی وقتی از دلال میخری اصلا نمیدونی چی میخری. اولا ممکنه هر داروی دیگر به اسم این دارو بدن، ممکنه داروهایی که تاریخش منقضی شده دوباره بیارن تاریخاش عوض کنن. بارها
اتفاق افتاده تو ایران، یا ممکن اصلا آب مقطر بدن به جای کسی که نمیدونه، کسی که میخره که همونجا که تجزیه و نمیکنه که ببینه که واقعا چه دارویی به هم داره. بنابراین مشکلات دارویی یک مشکلات زیاده، بخصوص بعضی از اینها نگران کننده است برای مردم، مثل کسانی که به اصطلاح به مرض هموفیلی مبتلا هستن. هموفیلی یک پروتئینیه که بدن، یک مرض به اصطلاح ژنتیکی یا ارثیه که بدن معمولا یک پروتئینی میسازه که این پروتئین وقتی خونریزی کسی داشته باشه، مثلا دست ویشه با چاقو بریده باشه، این باعث که خون منعقد بشه تا خونریزی باشه. کسانی هستن که به طور ارثی این چنین پروتئینی بدنشان یا نمیسازه هستن یا بسیار کم میسازه. بنابراین این باعث که مرتب، همینجوری که فرض کن کسی که قند خون داره مرتب انسولین تزریق میکنه، باعث که مرتب تزریق کنن. ممکنه بسته به نوع دارو که از کدوم کمپانی بخری، هفته یک بار یا ماهی یک بار تزریق کنه. یا مریض های تالاسمی که در اونجا هموگلوبین اندازه کافی ندارن که اکسیژن را از ریه ورداره ببره به ارگان هایی که لازمه بده، در این صورت بایستی از داروهای مخصوصی استفاده بشه که این داروها هم قیمتش سرسام آوره در ایران و پیدا نمیشه. حتی خودشان گفتن، ماموران اداره بهداشت میگن که بودجه ای که تصویب شده برای مثلا دارو و درمان 4-5 ماه بیشتر، برای 4-5 ماه بیشتر کافی نیست. بله، بنابراین واقعا یک مشکل یک به وجود آمده که با این قادر به چیزش نیست، نه تنها میتوانم و نه میخواهم. دکتر جانسس، حالا دلیل میخواستم برسم همین نکته که شما گفتین، این گرونی های سرساماور دارو و همینطور کمبود اونا، اصلا علت این موضوع رو چطور میبینین؟ برخی اوقات ما میشنویم که رژیم میگه مشکل به دلیل تحریمه. شما چطور میبینید این موضوع رو، علتش رو؟ ببینید، بارها آمریکا اعلام کرده که دارو جزو تحریم نیست، حتی سازمان بهداشت جهانی گفته جزو تحریم نیست. نه تنها تحریم نیست، یک کمپانی در آلمان هست که وین بلستن یک داروی برای به اصطلاح سرطان، اینا هر سال به صورت هدیه مجانی به ایران میده و گفت خود مسئولین اداره بهداشت این به داروخانه ها نمیرسه، این مستقیم میره به دست دلال ها میرسه. بنابراین ببینید، مسئله یک مسئله به اصطلاح مافیای داروییه که در اونجا وجود داره، مافیای دارویی هم که کنترل میشه به وسیله سپاه و در رأس اونم خود شیخ علی خامنه‌ای قرار گرفت. اگه یادتان باشه، شیخ علی خامنه‌ای بود که در جریان کرونا آمد صحبت کرد، گفت که به هیچ وجه ورود واکسن آمریکایی، واکسن‌های معتبر آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوعه. گفت من این حرف مسئولینم گفتم که این چنین دارویی وارد ایران نشه. بنابراین ببینیم اگر یک نفر واقعا دارو را در دنیا برای مردم ایران تحریم کرده، او خود شیخ علی خامنه‌ایه. ولی خب این آدم بسیار وقیح و دروغگویه. چند وقت پیش، من شاید یک ماه پیش صحبت میکرد، میگفت که بله آمریکا تحریم کرده ما را، ما حتی پول واکسن را برای کرونا دادیم، پول ما را برداشتن ولی دارو به ما ندادن، واکسن به ما ندادن. بنابراین فقط و فقط مسئله عدم مدیریت، دزدی، اختلاس، حقبازی، دروغگویی و کنترل به وسیله مافیای دارویی، هیچ چیز دیگه وجود نداره. دکتر جانسوز، یک طرحی هم رژیم استفاده کرد ازش، البته شکست خورد، اینو تو طرح دارویار بود که اون رو سال گذشته تو مجلسش تصویب کرد. علت شکست این طرح رو چطور دیدین شما؟ ببین، این طرح دارویار بعد از اینکه آخه یک عرض ترجیحی قبلا میدادن که در زمان روحانی بود، 4200 تومان میدادن به ازای هر دلار، هر دلار 4000. بنابراین کسی که میامد میخواست دارو وارد کنه، که البته این هم جزو باند های خودشان باشه، من شما که بریم اونجا بگیم دارو وارد میکنیم که ما این چین ارزی نمیدن، اینا میدادن به گفته باز خودشان. بعضی از اینا اصلا میامدن، فرض کنین اگر یک عدد میگم، مثلا فرض کنین 1000 دلار بهشان میدادن که اینا دارو میدن، 100 دلارش دارو میآوردن، بقیهش هم میذاشتن میرفتن تو بازار آزاد میفروختن. بعد در این دوران رئیسی اینا
تصمیم گرفتن که ارز ترجیحی رو کنار بذارن، 420 دلار ندن دیگه. به این خاطر خب سرصدا شد که خب اگر این چنین کاری ما بکنیم، قیمت اون کسی که میخواد بره دارو بخره از خارج بیاره، بایستی از بازار آزاد بخره، از صراف بخره، که قیمتش 10 برابر تا 12 برابر بیشتر میشه. اینا گفتن نه، مسئله نیست، ما کاری که میکنیم به مردم این چنین چیزی فشاری وارد نمیشه. ما با بیمه هاش صحبت میکنیم، ما اختلاف به اصطلاح پول رو به بیمه ها پرداخت میکنیم، بیمه ها از این تیکر میکنن. که بعدن البته دیدیم این چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاد، اینا به بیمه ندادن. اولا که همه مردم ایران که بیمه نیستن، اصلا که بگیم که ما به بیمه میدیم، همه که بیمه نیستن. بعدم بیمه همه داروها رو کاور نمیکنه، بیمه که نمیاد داروی مثلا کیترودوی مرک را که حدود 90 میلیون تومان هر تزریقش کاور کنه، اینشین کاری نمیشه. بنابراین این مسئله مثل بقیه پروژه هایی که قرار بوده نفع مردم باشه شکست خورد. هر پروژه‌ای به نفع مردم باشه در این سیستم موفق نیست. فقط پروژه های سرکوب، پروژه های تروریستی، اینها همیشه رژیم شوش سرمایه گذاری میکنه، وقت میذاره، پول خرج میکنه. حالا دکتر چانسوز، ما از مقامات وزارت بهداشت میشنویم که صحبت از مصرف زیاد دارو توسط مردم هم میکنن، این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببین، مردم که اصلا اولا پول ندارن، بعدم مریض نیست که دارو بیاد بره داروی مثلا شیمی درمانی بخره وقتی که حالش خوبه. بنابراین دارو نسخه پزشک مینویسه، پزشک هم تشخیص میده که این چنین دارویی برای شخص مریضه. اینا همیشه سعی میکنن به اصطلاح مشکل رو به گردن یک فاکتور سوم بندازن. خود شیخ علی خامنه‌ای اخیراً سخنرانی می‌کرد، می‌گفت که مردم تو ایران نان زیاد مصرف می‌کنن، گاز زیاد مصرف می‌کنن، برق زیاد مصرف می‌کنن. باید بگیم اگه برق زیاد مصرف میشه در ایران، علت اینه که یک شرکت‌هایی زدن بیت کوین بهش میگن، چینی‌ها زدن با کمک سپاه. اینا کارشان هم به اصطلاح میگن پول دیجیتالی. اینا هر بستری که فارم بهش میگن، فارم، این فارما چقدر بزرگ باشه، بعضیش حتی مقدار برقی که مصرف میکنن بیشتر از مقدار برقی یک شهره. یک سری برقار هم که خب به کشورهای دیگه مثل عراق میفروشن، پولش دلار میگیرن صرف مسائل سرکوب و هزینه های برن. در موردی که مردم نان، چند روز پیش یک ویدیو دادم واقعا اسفناک بود. یک خانمی رفت من به یک نانوایی، بعد یک قوری که توش چایی میزنن دستش بود، بعد به نانوا گفت که من 3 تا نان میخوام و پول اصلا ندارم، این قوری جهازیه من است، لطفا این رو بگیرین به من 3 تا نون بدین. یعنی فقط نون خالی مردم بخوان بخورن. و او آدم بسیار خوب بود، نانوا گفت نه، پولی لازم نیست و اگر میخوای چیز دیگه هم بخری من بهت پول بدم، برو بخر، قوری هم ازش نگرفت. یعنی خب مردم در این لول که فقط نان خالی هم گیر نمیارن، این که سران رژیم نیستن که کلو کباب و شیشلیک و سفره های چیزشان هم دیدم، یکی دو تا بود ماده این افطارشان. اگر ببینی اصلا این چین سفره چند میلیون دلار واقعا نتومن هزینش میشه، اینا را میندازه برای خودشان و این هم به گردن مردم میندازن. نه مردم دارو مصرف زیاد میکنن، نه بگم مردم با حد اقل ها دارن زندگی میکنن. و تنها رایی که از تشر تمام اینا خلاص میشیم همون حمایت از کانون های شورشیه. از کانون شورشی باید حمایت کرد، باید آتش رو بر روی اینا زیاد کرد. راه های دیگه خشونت پرهیز و داستانی که میسازن اینا همه در خدمت خود رژیمه و رژیم اینا رو کنترل میکنه. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حسین چانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا، که تو این فرصت همراه ما بودین و نکاتتون سر موضوع دارو و مشکل دارو در ایران. خیلی ممنون دکتر چانسوز، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. مرسی که به من وقت دادید. خواهش میکنم، درود بر شما.